سلام عزیزان، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما هستم با درس شماره 39 از سری دروس پرستش روزانه. توی چند درس قبلی با همدیگه موضوعهای مختلفی رو در مورد نقش شیطان توی زندگیمون به عنوان یک دشمن نگاه کردیم، در مورد اینکه چرا شیطان دشمن خداه، چرا دشمن منه و موضوعهای دیگه ای رو. امروز من در کنار شما هستم تا با همدیگه به این سوال نگاه کنیم: آیا میتوانم حقیقتاً بر شیطان پیروز بشم؟ بذاریم برای رسیدن به جواب این سوال با هم دیگه قدم به قدم جلو بریم. این درس رو با یک آیه از کلام خدا شروع میکنیم: هوشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما شیطان همچون شیری گرسنه قران به هر سو میگردد تا طعمه ای بیابد و آن را ببلد. اول پتروس باب 5 آیه 8. این آیه رو میدونم که برای شما آشنا هست، چرا که چند بار دیگه توی درس‌های قبلی به اون اشاره کردیم. حالا برای اینکه این موضوع رو بهتر بفهمید، من برای شما یک چالش دارم که به اون فکر کنین. شما در نظر بگیرین که یک دشمن پرقدرت توی زندگیتون دارین. پرقدرت. ای شبان اعظم گله، خدا بند ایسا داماده پرجلال سماوی بحر کلیسا. و قراره که توی یک نبرد و رزم و جنگی با همدیگه قرار بگیریم. اگر شما تنها به این جنگ برین، میتونین انتظار این رو داشته باشین که توی این جنگ پیروز بشین؟ فکر میکنم جواب شما هم مثل جواب من نه هستش. حالا اگر که شما برای رفتن به این جنگ با خودتون یک یار و یاور ببرین، یک همراه پرقدرت ببرین، میتونین انتظار داشته باشین که پیروز بشین؟ 100% بله. برای اینکه ما این موضوع رو بهتر بفهمیم، بیاین به یک داستان از کلام خدا نگاه کنیم. کلام خدا در مورد یک مردی صحبت میکنه که سالها پیش زندگی میکرد. اسم این شخص ایلیا هستش. ایلیا مأموریت داشت که از طرف خداوند یک پیام رو برای پادشاه اون زمان ببره. پیام چی بود؟ ایلیا قرار بود بره و به پادشاه بگه که خداوند تصمیم داره مردم رو مجازات کنه، به خاطر اینکه زندگی که مردم در پیش گرفتن، تصمیم گرفتن که توی اون شیطان رو خدمت کنن، نه خداوند رو. وقتی که ایلیا این پیام رو برای پادشاه برد، پادشاه بسیار عصبانی شد و تصمیم گرفت که ایلیا رو بکشه. اما ایلیا تونست فرار کنه و به زندگی خودش در خداوند و خدمت کردن خداوند ادامه بده. حالا شما فکر میکنین ایلیا شخص خیلی خاصی بود که تونست فرار کنه، تونست این مأموریت رو انجام بده و فرار کنه از دست پادشاه و زنده بمونه؟ نه، کلام خدا ما میگه ایلیا هم یک شخص معمولی مثل من و شما بود، اما خداوند رو توی زندگیش به عنوان یک همرزم قوی داشت در مقابله با شیطان، در مقابله با دشمن خودش، در مقابله با هر کسی که بر ضد اون برای انجام دادن مأموریتی که در خداوند داشت میخواست بایسته. حالا من یک سوال از شما دارم: آیا شما یک همرزم و نجات دهنده توی زندگیتون داری که پرقدرت باشه؟ آیا شما عیسی مسیح رو که کلام خدا به عنوان پرقدرت ترین نجات دهنده به ما معرفی میکنه توی زندگیتون دارین؟ کلام خدا میگه فرزندان عزیزم، شما از آن خداوند هستید و بر مخالفین مسیح غلبه و پیروزی یافته اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی میکنه که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود قوی تر هست. اول یوحنا باب 4 آیه 4. شما با داشتن عیسی مسیح توی زندگیتون، روح القدس خداوند رو در درون خودتون دارین، کسی که میتونه به عنوان یک یاور هر زمان و هر لحظه در کنار شما باشه و جنگ های شما رو پیروز بشه. عزیزان، امروز میخوام برای شما اینطور دعا کنم: خدای عزیزم، پدر آسمانی، از تو ممنون و سپاسگزارم که به خاطر داشتن عیسی مسیح توی زندگیمون، به خاطر داشتن روح القدس تو توی زندگیمون، میتونیم بر هر دشمنی، بر هر شیطانی توی زندگیمون خداوندم که قصد داره بر علیه تو خداوندم کار کنه، عمل کنه، پیروز بشیم. مرسی خداوند برای این هدیه نیکو از طرف تو. به نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خدا به تک تک شما عزیزان برکت بده. پیروزی هست، آزادی هست، پیروزی در نام تو عیسی. پر جلال است، پر قدرت است، پر جلال تنها نام تو عیسی. چون ترسان شدم جانم.
بگم پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم بازم سرایم پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم بازم سرایم پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم بازم سرایم